خوش اومدین به برنامه دیگه. همونجور که میدونین یکی از سخت ترین لاینای آرایشی لاین رنگ و لایته. به همین جهت اومدیم سراغ یه متخصص، یه حرفه‌ای و یکی از با سابقه ترین مدرسین رنگ و لایت. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت خانم فریبا میرزایی هستیم، متخصص و مدرس رنگ و لایت. فریبا جون بفرمایید. سلام خدمت شما و مخاطبین گرامیتون. فریبا میرزایی هستم با 18 سال سابقه کاری در زمینه رنگ و لایت. افتخار اینو دارم که مشتریای عزیز موهای قشنگشون رو به من سپردن و همیشه به من اعتماد داشتن. به عنوان سوال اول، فریبا جان، شغل شما به نظر خودتون جز صنعت زیبایی محسوب میشه یا جز هنرمندان زیبایی هستین؟ در این رشته خیلی ها تجارت انجام میدن و قصدشون فقط درآمدزاییه، که درستم هست. این رشته رو یاد میگیرن، روش سرمایه گذاری میکنن و دوست دارن درآمد خوبی رو به دست بیارن. ولی به نظر من این رشته یک هنره، چون توش خلاقیت، ابتکاره و عشقه و یک هنرمند میتونه تمام این چیزایی که گفتم رو تو وجودش داشته باشه تا یک واقعا یک اثر خیلی خوب از خودش به جا بذاره. حالا موه، آرایشه، هر رشته ای از لاین های آرایشی. یعنی اگر کسی فکر میکنه که نمیتونه کار هنری انجام بده، نباید بیاد سراغ این شغل، درسته؟ چرا، خیلی ها الان انجام میدن و به قول معروف تجارت خوبی هم دارن، ولی اون چیزی که دل منو خوب میکنه، حال منو خوب میکنه، چیزیه که توش عشقم باشه. بسیار عالی. سوال اول، خیلی از افراد دوست دارن که وارد این حرفه بشن و آموزش ببینن و فکر میکنن با چند جلسه کوتاه میتونن وارد بازار کار بشن. چقدر از این حرفه آموزششه و چقدر تجربه کاری؟ در مورد رشته رنگ و لایت من خدمتتون عرض کنم که بسیار آموزش وسیعی لازم داره یک کارآموز، و اینکه اگر فکر کنه با 6 جلسه 7 جلسه رنگ و مش کار میشه، این یه چیزیه که واقعا واقعیت نداره. خدمتون گفتم چون خیلی ها تجاری دارن کار میکنن، تبلیغای خیلی وسیع انجام میدن که طی 6 جلسه 7 جلسه ما شما رنگ و مش کار میکنیم، بعد برید تست بدید، شروع به کار بکنید. در همچین چیزی به هیچ عنوان امکان نداره، چون مبحث رنگ و مشیه که مبحث بسیار وسیعه. من رنگ و مشکار با موی شما طرفم، اگر آرایش بود با یه شستشوی صورت تمام میشه، ولی وقتی یه مو خراب بشه به هیچ عنوان راه جبرانی نداره. پس برای همین هم تجربه مهمه هم آموزش. از کسی که آموزش میبینی باید خیلی مطمئن باشی به سابقه کاریش و طرز آموزش دادنش که تمام نکات کلیدی رو به شما آموزش بده، و بعد از اونم تمرین خود کارآموز خیلی مهمه که تمام اینا رو شبانه روز تمرین داشته باشه برای خودش. یعنی شما میتونی یه مدت زمانی رو بگین که حداقل طرف 4 ماه 5 ماه باید وقت بذاره، نمیتونه با آموزش کوتاه بگیره؟ بله 100%. من به خود کارآموزان میگم یک هفته بیان کنار دست ما توی این شغل باشن، چون خیلی از بیرون وقتی به این شغل نگاه میکنن فقط به درآمدش فکر میکنن، سختیای کار، خستگیای کار اصلا به نظرشون نمیاد، و وقتی یک هفته توی کار باشن باید این موقع خودش رو تست کنن، ببینن آیا آماده هستن که از پس این سختی رو بر بیان، براشون شیرین جذاب این رشته، بعد وارد آموزش یا حالا این رشته بشن. مشتری ها الان از رنگ و مشکارشون هزار جور توقع دارن، با موهای مختلف میان سراغ شما و میگن که این مو رو باید درستش بکنید. میخوام این بار از شما بپرسم که شما چه توقعی از مشتری ها دارید؟ من از مشتری های عزیز میخوام که خودشونو به آرایشگرشون بسپارن و
اگر اطمینان کردن به کار آرایشگرشون، به اون چیزی هم که آرایشگر میگه توجه کنن، چون خیلی موقع ها خود مشتری تشخیص نمیده چه کاری مناسب موهاشه. حتما اول سلامت مو برای ما مهمه و بعد رنگمون. یعنی توقعی نابجا دارن دیگه. نه خیلی الان ماشاءالله دیگه همه سطح آگاهیشون بالا رفته به خاطر رسانه‌های زیادی که هست، ولی خب مشتریان متخصص نیستن. این ماییم که باید مشتریان رو راهنمایی بکنیم با توجه به رنگ پوستشون، جنس موهاشون و نوع کاری که میخوان. بهترین کار اینه که مشاوره بشن و اطمینان کنن که بهترین کار رو بتونه یه آرایشگر براشون انجام بده. بسیاره فریبا جان، از اونجایی که من میدونم کلی از رنگ و مشکارهای تهران زیر نظر شما آموزش دیدن، سوال من اینه که شما شغل خودتون رو به بقیه توصیه میکنید؟ بله چرا که نه، چون من خیلی کارآموز داشتم از شهرستان، از خود تهران و حتی از خارج از کشور و با دل و جون کارم رو بهشون یاد دادم و همشون هم الان تو کارشون بسیار موفق هستن و خوشحالم که واقعا از نظر آموزش طوری بهشون آموزش دادم که بهترین کارا رو از خودشون ارائه میدن. ولی قبل از اینکه هر کسی وارد این رشته بشه باید واقعا عشق قلبی و علاقه زیادی به این رشته داشته باشه، چون رشته ما خیلی خسته کننده است. خستگی جسمی تنها با عشق به این کار رفع میشه. اگر علاقه داشته باشید به این کار تو کار اذیت نمیشید، ولی اگر نداشته باشید خیلی زود از این رشته خسته میشید. چقدر طول میکشه به یه درآمد خیلی خوب برسیم؟ مرضیه جون، اگر یه آرایشگر تئوری و عملی کارش رو خوب یاد بگیره، خوب آموزش ببینه و اخلاق حرفه‌ای داشته باشه، از یه دونه مشتری میتونه 100 تا مشتری بسازه. یعنی یک مشتری راضی 100 ها مشتری برای اون آرایشگر به وجود میاره. برای همین پس فقط با راضی نگه داشتن مشتری و اخلاق حرفه‌ای به زودی میتونن یه درآمد خیلی خوب کسب بکنن. یعنی اگه از همون اول کیفیت کارشون رو بالا ببرن، بله، که باعث بشه یواش یواش مشتریاشون روز به روز بیشتر بشه. بله دقیقا. بسیار فریبا جان، شما تا حالا مجبور شدین که خرابکاری یه رنگکار دیگر رو شما اصلاح کنین و درست کنین؟ بله خیلی خیلی پیش اومده. اونم به خاطر اینه که خیلی تو آموزش میبینن فکر میکنن میتونن کار رنگومش رو انجام بدن، تجربه ندارن و یه کاری میکنن که حالا منجر میشه به بد رنگ شدن یا خراب شدن موی مشتری و به ما مراجعه میکنن خیلی ها و ما تا جایی که بتونیم مو رو درست میکنیم، ولی یه جاهای دیگه مشتری میاد که واقعا میبینه هیچ کاری نمیشه برای این کرد، فقط باید مو رو احیا کرد و بهش زمان داد که دقیقا بله زمان داد که مو حالا بلند بشه که بعدا بشه کار زیبا روش انجام بشه. بسیار جون، یه سوال بامزه راجع به نظر آقایون درباره رنگمون. میگن که ما یه خونه رو با 3 میلیون تومان رنگ میزنیم، اون وقت برای رنگمون یه خانممون باید 5 میلیون تومان خرج کنیم. نه دیگه، این فکر کنم برای قدیم بود. ماشاءالله آقایون الان خودشون خیلی واردتر از خانوما شدن و برای آقایی که اینجوری فکر میکنه باید حتما بگیم که کیفیت و فدای کمیت نکنه. مطمئنن شرکت مرسدس بنز با شرکت پیکان خیلی فرق میکنه. فریبا جون، بعد از اومدن کلی تکنیک های جدید توی کار شما، کلی روش های جدید، میشه گفت که با موی دکولر شده و به پای رسیده هم میشه موی سالمی داشته باشیم؟ بله، نمونه بارزش موی خودتون که ترمیم مجدد دکولر شد ولی خب هیچ گونه آسیب دیگه ای نداشتش. اگر یه آرایشگر آپدیت باشه و کیفیت موادش بالا باشه به هیچ عنوان موی مشتری صدمه نمیبینه.
و مراقبت هایی که بعد از این کار انجام میشه. در منزل حتما باید بهترین ماسکمون و بهترین شامپو استفاده بشه که مو از حالت طبیعی خارج نشه. بابا جون، به تازگی ما میبینیم که کل تهران شده مدرس و همه مدرس رنگ و لایتن و بنرهای عجیب غریب میبینیم از آموزش و کسایی که واقعا مثلا من خودم میشناسم طرف 2 سال رفته توی این کار، چطوری میتونه الان آموزش بده؟ مدرکای خیلی عجیب و غریب بوده، چیه داستانش؟ مرسیه جون. مدرک یک تیکه کاغذه به نظر من. آدم میتونه 100 تا مدرک داشته باشه، ولی وقتی قرار باشه کاری رو به درستی انجام نده هیچ فایده ای نداره. خیلی هم میان پیش من مثلا میگن فلانجا آموزش دیدیم، مبلغای خیلی هنگفت دادیم و الان یه ترکیب رنگ راحت و بلد نیستن. این خیلی مهمه که اگر شما آموزش دیدی، خب وقتی ژورنال باز میکنن مشتری و یه کار مثلا عمره از شما میخواد، شما بدون فکر کردن که این چه رنگیه برای مشتری به راحتی انجام بدید. این میشه آموزش درست و کارایی داره توی کار شما. و یعنی 3 روزه 4 روزه آموزش میبینم و به هنرجوی اعتماد به نفس کاذب میدن متاسفانه بعضی از همکارا، که این به نظر من واقعا از وجدان کاری به دوره. کسی که میاد هزینه میکنه، با عشق میاد وارد این کار میشه، از اول باید روشنش کنین که شما با 5-6 جلسه نمیتونید به موفقیت تو این کار برسید. صرفا این که هزینه کردین و این اعتماد به نفس میگم کاذب به شما داده شده، تمرین خیلی زیاد، آشنایی با ساختار مو و کامل بحث رنگامش باید برای کارآموز باز بشه که بتونه به راحتی بعد از مدت تمرینش وارد بازار کار بشه. کارآموزا حتما باید تو کارگاه آموزشی باشن، حتما باید مدل‌های زیادی بزنن و بعد از اتمام دوره کارآموزیشون باید از طرف استادشون پشتیبانی بشن، به حال خودشون رها نشن. چون که میگم با یک موی مشتری طرفن که اگر خدای نکرده خراب بشه جای جبرانی نداره. یه سوال دیگه، این که درسته میگن که رنگ کردن موهای ایرانی ها جز سخت‌ترین هاست توی کل دنیا. بله. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه ما ایرانی ها موهای تیره ای داریم، رنگ دونه های موهای ما همیشه به قرمزی میزنه و تمام اکثر خانم های ایرانی موهای خودشون رو با خانم های اروپایی که خیلی موهای ظریف و بدون رنگ دونه قرمز دارن مقایسه میکنن و دوست دارن یک موی اروپایی داشته باشن، یه بلوند اروپایی داشته باشن. این مستلزم اینه که خیلی حرفه‌ای روی مو انجام بشه، کاری که انجام میشه خیلی حرفه‌ای باشه ببخشید، و اینکه اگر که اون کار نمیشه برای موی مشتری انجام میشه اصراری نداشته باشن. خیلی موقع‌ها مشتری میاد پیش من یه کاری میخواد، من میبینم اون کار نمیشه، به مشتری میگم و مشتری ممکنه بره، من انجام نمیدم. اگر کاری که مطمئن باشم که خوب در نمیاد و منو و مشتری رو راضی نمیکنه، من انجام نمیدم، ولی میره سالن دیگه انجام میده و دوباره برای درست کردنش به من مراجعه میکنه. پس اگر اطمینان میکنید به آرایشگرتون، حتما به حرفش گوش کنید و کاری که مناسب موهای شماست، که یه موی واقعا زیبا و سالم همیشه داشته باشید، اون رو گوش کنید و انجام بدید. کلاس‌های آموزشی خودتون به چه صورت هست؟ مرزی جون ایشالله دیگه سال 1400، چون کلاس‌های من تا اول بهمن تموم شد و کلاس‌های آموزشی بسته شد، چون ترافیک کاری توی این از بهمن تا اسفند خیلی زیاده،
و وقتی که برای کارآموز بتونیم به خوبی اون تایم رو بذاریم که تا کارآموز استفاده کنه، نمیتونیم واقعا. و میگم انشالله سال آینده در خدمت کارآموزای عزیزم هستم. فریبا جون، صحبت آخرتون با مخاطبای ما و مشتریاتون رو بفرمایید. مرسی از شما مرزی جون و آرزوی سلامتی برای شما و تمام مخاطبینتون دارم و از تمام مشتریای عزیزم ممنونم که توی این چند سال همیشه با ما بودن، کامنت های خوب و مثبتشون همیشه ما رو خوشحال کرده و به ما انرژی داده و مفتخر هستم که همیشه در خدمتشون بودم.